سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های مختلف ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک، سخن یک رو در 25 دقیقه زمانی با هم مرور میکنیم. برنامه امشب چهارشنبه پنجم خرداد ماه ایرانی برابر با 26 ماه مه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم، با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و صد البته خبرها و رویدادهای انتخاباتی در شهر شبکه ها. امشب قبل از بررسی مطبوعات چاپ تهران مایلم که دو موضوع رو یک نگاهی بیاندازم. نخست در گذشت یکی از شاعران ره آزادی و عشق ایران رو به محضر ادیبان و ایرانیان تسلیت عرض کنم. زنده یاد اسماعیل خویی درگذشت، شاعری که همواره در انتظار آزادی میهن لحظه ها می شمرد و واژه ها می سرود. زنده یاد خویی، شاعر بزرگی که دیروز سه‌شنبه چهارم خرداد در 83 سالگی در لندن درگذشت. در واقع شاعر ستایشگر آزادی و یکی از رساترین صداهای شعر معاصر پارسی در اعتراض علیه ظلم، استبداد و نابرابری. یاد و نامش گرامی باد و در همین فضا و فرصت به دختر ایشان که در شهر شبکه ها به دفعات به این جانب نیز اظهار مهر می کرد، خانم سبا خویی و خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنم. ضمن این که یک تسلیت ویژه به همکاران خودم، خاصه آقای دکتر علیرضا نوریزاده هم میگویم که به هر روی از دوستداران و دوستان دور و دیر این شعرا و این ادیبان گرانسنگ میهن هستند. میدانم که ستاره ای دیگر در آسمان لندن برای دکتر نوریزاده و همکار عزیزم آقای بزرگزاده کم فروغ شد. یادش گرامی باد، راهش هماره باد. خب، خبرها و نظرها رو با گزیده‌هایی از انتخابات دنبال می‌کنم. امروز نیز کلاب هاوس با تشکیل اتاق‌ها و روم‌های بیشمار، همه بالای 5، 2، 6 تا 8 هزار نفر، میزبانان مهمانانی رو به اتاق‌ها می‌کشاندند تا در رابطه با آخرین فعل و انفعالات انتخاباتی در ایران به صحبت و گفتگو بنشینند. اوج صحبت‌ها و کلام‌های مخاطبان و میزبانان که ترکیبی از کنشگران، روزنامه‌نگاران و شهروندان بود، حول رد صلاحیت‌های تازه انتشار شورای موسوم به نگهبان بود، خاصه با تمرکز این موضوع که گویا حکومت یا حاکمیت به معنای اعم کلمه اراده کرده که با تصمیم سازی نهادهای موسوم به بالادستی اسم آقای ابراهیم رئیسی رو به مثابه رئیس جمهور برساخته برکشاند بی رقیب و آن رو برای دوران پسا خامنه ای به مثابه رهبر تمرین دهد. در این رابطه و رد صلاحیت ها که دیشب خبرهایش رو اشاره کرده بودم، امروز روزنامه ها نیز هر یک به سبک و سیاق خود صفارائی شده بودند و موازه سیاسی خود رو نیز در زیر پوشش واژگان انتخاب شده سعی داشتن به مخاطبانشان القا کنند. از جمله اتاقهایی که امروز تشکیل شده بود، از غذا دیدم اتفاقا آقای دکتر علیرضا نوریزاده ریاست تلویزیون ایران فردا نیز در جمع روزنامه‌نگاران برجسته ایران اونجا حضور یافته بود. البته شخصا شوربختانه امکان صحبت و مناظره رو نیافتم به خاطر مسائلی که در میانه های روز به وقت کانادا آمریکا بود و امکان مشارکت فعال و سخن رو امروز نداشتم و محروم مانده بودم. اما صحبت های بیشین روزنامه‌نگاران معطوف به مسائلی بوده که عمدتا افکار عمومی این روزها در حال گمانه‌زنی است. ابراهیم رئیسی جانشین
احتمالی خامنه ای و فعل و انفعالات و کش و قوس هایی که در تمامی نهادهای تحت امر رهبری ایران در گرفته است. از جمله تحلیل ها و تعابیر حول این ماجرا بر نگرانی های مشتبه خامنه ای فرزند آقای خامنه ای متمرکز بوده که گویی یا سعی دارند برای دوران کوتاهی بدون رقیب ابراهیم رئیسی رو برگزینند تا بتوانند شرایط پسا خامنه ای رو از انتقالی آرام از گزینه ای نسبتا ضعیفی چون رئیسی به مشتبه خامنه ای هموارتر سازند. گزینه ها و گزیده های تحلیلی در این ماجرا بیشمار بود، از جمله آن که با این حجم رد صلاحیت ها مشخصا آقای علی لاریجانی خشم برادر شورای فقیهان نشینش یعنی فقیه آملی لاریجانی نیز برانگیخته شد، مقامی به لحاظ حکومتی از مقامات طراز اول تحت عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که آقای فقیه آملی لاریجانی صریحاً گفت که هیچ دوره‌ای در بررسی صلاحیت‌ها چنین فاجعه‌ای رخ نداد و نقش دست‌های امنیتی و گزارش‌های بی‌سند را نیز افشاگری کرده بود. آقای فقیه آملی لاریجانی مشخصاً از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان انتقاد داشت و نهادهای امنیتی رو به دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های این شورا متهم کرد. عملاً یعنی تأییدی تازه بر تقابل دیپلماسی و میدان که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه کابینه روحانی پرده برداری کرده بود. آقای آملی لاریجانی که خود عضو فقهای شورای نگهبان است، دیروز سه‌شنبه در رشته توییتی اشاره داشت که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می شود. ایشان تأکید کرد که هیچگاه تصمیمات شورا رو تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم، چه در تأیید صلاحیت ها و چه در عدم احراز صلاحیت ها. سبب این نابسامانی ها تا حد زیادی دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی از طریق گزارش های خلاف واقع در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است، به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش های محققانه به شورا ارائه کند خود آمدانه چیزی بران بیفزاید. هرچند آقای فقیه آملی لاریجانی صادق آملی لاریجانی به طور مشخص ذکر نام نهادهای امنیتی مربوطه رو نکرده بود و به زبان نیاورد، اما از منظر بیشین روزنامه‌نگاران و تحلیلگران حوزه سیاست داخلی ایران میتواند این اشارات‌ها معطوف به سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و همینطور مشخصا وزارت اطلاعات باشد. البته درد و رنجی که سالیانی گروه‌های سیاسی ناهمسو با خامنه ای این دردها رو کشیده بودند، حال که به برادر فقیه آملی لاریجانی رسید آن ماجرای تاریخی تکرار می شود و ایشان به خشم آمده است یا دهان به انتقاد گشوده است. همین آملی لاریجانی که پس از جنبش سبز بازوی سرکوب آیت الله علی خامنه ای بود و این بار آتش دامن خیش را گرفته است. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. همون گونه که آگاهید، تمامی مطالب، خبرها و نظرها حول آخرین کرد و کارها و فعل و انفعالات انتخاباتی در ایران متمرکز شده، خاص رد صلاحیت اشخاصی چون جهانگیری و علی لاریجانی، همینطور محمود احمدی نژاد که موجی از تحلیل ها رو برانگیخت. چگونگی برخورد های احتمالی آنان با نهادهای حاکمیتی از جمله موضوعاتی بود که می دیدم بسیاری از روزنامه ها به آن پرداخته بودند. همینک با این مقدمه و فراز نخست مطلبم مایلم که نگاهی به روزنامه های چاپ تهران داشته باشیم تا زوایای چیدمان و چینش های مطالب اونها رو نیز یه بررسی داشته باشیم.
سه دسته بودن روزنامه ها، به طور مشخص روزنامه های موسوم به طیف اصلاح طلبان بسیار آزرده بودند و گلایه من که چرا شورای نگهبان چنین کرد. روزنامه های میان روی بودند که آنها هم تا حدودی زیادی اظهار شوق و شگفتی و حیرت کرده بودند، و روزنامه های تمام رادیکال و دست راستی مدافع آقای رئیسی که این رو مثبت دانستند و فرصت نامیده بودند. خب با این مقدمه روزنامه آرمان رو میبینیم که با تیتری طعن‌آمیز همان گونه که شما میبینید خسته نباشید، واقعا کلماتی که سخت گویاست به عملکرد شورای نگهبان، یعنی این چه کاری بود که کردید، خسته نباشید واقعا که به این معنا. نکته دیگری که در گزارش روزنامه آرمان جالب توجه مینمود انتشار زود هنگام خبر رد صلاحیت ها از سوی خبرگزاری فارس بود، که خب این روزنامه سعی داشت این گونه اشاره کند که مطلبی رو که قبل از اینکه از سوی رسانه های رسمی منتشر شود یا از سوی منافذ و مجاری اداری اعلام شود، از سوی خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه بیان می شود، نقش پررنگ سپاه پاسداران رو در مهندسی انتخابات اخیر پررنگ تر می کرد و به چشم مخاطبان میکشن. در میان روزنامه آسیا با عبارت اعتراض بی اعتراض بر محتوا و فهوای دیکتاتور معابانه این دور از انتخابات، مهندسی تمام عیار این دور از انتخابات تأکیدی مستتر داشت، مشخصا به اظهارات آقای کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد که ایشان گفته بود فهرست 7 نفره اعلام شورای نگهبان قطعی است و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند تبلیغات را آغاز کنند. ایشون گفت که چون اصل در بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات احراز شرایط است، قانونگذار فرایندی برای اعتراض دیگر در نظر نگرفته است. عملا یعنی هر آنچه که آقا بگوید و نهادهای امنیتی تصمیم بگیرند، هر آنچه همینی هست که هست، اعتراض بی اعتراض. خب ما الان مرور میکنیم برخی از این چهره ها رو ببینیم. خیلی جالبه واژه هایی که بعدا برخی از روزنامه ها دارن یک خط و سویه سیاسی رو به جامعه القا میکنن. روزنامه آفتاب اقتصادی رو میبینیم که در گزارشی با انتشار چهره های احراز صلاحیت شده اشاره میکند که رقابت بین مهرعلی زاده و رئیسی شکل میگیرد. البته به نحوی از آنها سوالی پرسید. همین مطلب رو روزنامه آفتاب، همین مطلب و تصویر مشابه رو روزنامه آفتاب نیز در واقع سفارایی کرد، البته بدون سوال، به نحوی از آنها پیشبینیش بوده، رقابت میان مهرعلی زاده و رئیسی. خب این همون گزینه است که گویا اصلاح طلبان بعد از ناامید شدن از وزن سیاسی اجتماعی آقای علی لاریجانی که قرار بود پشت ایشان جمع شوند، مهرعلی زاده که یک دو به لحاظ حزبی جریانی اصلاح طلبانه محسوب می شود، اما به لحاظ وزنی هم وزن و هم سنگ آقای پزشکیان قطعا نبوده است. با این وصف گویا اصلاح طلبان می خواهند برای بقا در سفره قدرت حول آقای مهرعلی زاده اجماع کنند و پیشتر می خواستند علی لاریجانی رو رویاروی رئیسی بنشانند و بکشانند، این بار میخواهند با مهرعلی زاده کنار بیایند. روزنامه ابرار صرفاً با عبارتی اخباری خبری سفارایی شده بود، اما روزنامه ابتکار آن رو غافلگیری بزرگ خواند، در واقع صف تایید شدگان را بالای پرچم جمهوری اسلامی نشاند و صف رد صلاحیت شدگان رو پایین پرچم، گوییا که احتمالاً اینها از خوارج و خارج شدگان و اخراجیون نظام خواهند شد که براشون به مثابه یک شوک بزرگ تعبیر شده. عبارتهایی ما شنیده بودیم در به تعبیر گفتمان رسانه‌ای سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر این که از قطار انقلاب پیاده شدند. امروز می دیدم که خود روزنامه ها نوشتن، خود آقای تازه‌دم گفت که دیگر بحث از قطار انقلاب نیست، از دو چرخه دیگر پیاده می کنند. می خواستن اشاره کنند که انقلاب هر روز به نحوی از آنها آب می رود و تهی می شود و از فربهی می افتد و نحیف می شود. اخبار صنعت در گزارش اصلی خود تحت عنوان انتخابات 1400 این 7 نفر، به نحوی از آنها این 7 نفر که با تأکیدی قرمز و برجسته شده بود، تلاش داشت تا از ناهمگونی گزینه های تأیید صلاحیت شده اشاره کند که وزنی در میان افکار عمومی ندارند یا به نحوی زنها بی رقیب شدن برای آقای
رئیسی رو برجسته کنم. حالا جالب اینجا بود که شنیدیم در توییتر آقای رئیسی هم خونده بودم که خود آقای ابراهیم رئیسی هم گویا گلایه من بود و گفت که وقتی نتیجه رو من دیدم دوست داشتم و تلاش هایی رو دارم انجام میدم و دوست دارم و دوست داشتم که انتخاباتی رقابتی تر شکل بگیره، یعنی دو دستی دیگه تقدیمم نکنند. خیلی جالب اینجاست که حالا میپردازیم هم تلویزیون ایران فردا گویا ویژه برنامه هایی در راه انتخابات دارند، آقای دکتر اشاره کرده بود و بدین روی من زیاد نمیخوام به جزئیات حالا روانشناسی فردی و حضور رئیسی در این سطح بیش از این نمیخوام بپردازم، باید شاهد دیگر تحلیل ها هم باشیم که تلاقی تحلیل موجبات خستگی شما بینندگان عزیز رو سبب نشود. روزنامه اعتماد صریحاً از بیرقیب شدن برای فضای انتخاباتی برای آقای رئیسی اشاره کرد که میبینید شورای نگهبان از 7 گزینه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری رونمایی کرد رئیسی کاندیدای بیرقیب. رویداد امروز نیز گزارش اصلی خود رو تحت عنوان آغاز رقابت 2 به علاوه 5 اختصاص داد که تصاویر برخی از این نامزدهای تایید شده رو با چیدمانی مشخص و معنادار قرار داد. همون گونه که میبینید ابراهیم رئیسی رو کنار جلیلی قرار داد، چرا که به هر روی زمزمه هست مبنی بر اینکه آقایان زاکانی و جلیلی نامزدهای پوششی برای حمایت از ابراهیم رئیسی هستند. آقای مهرعلی زاده رو خب با بک‌گراند سبز نشون داده که بر جنبش سبزی بودن و گفتمان اصلاحی بودن و اصلاحاتی بودن ایشان تاکید داشت، هرچند کنارش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رو نشان میداد که با بک‌گراند آبی بنفش سفارایی شده که میخواهد بگوید محتملاً آقای همتی با ارائه آمارهایی چه بسا مثلا با من نامزد پوششی آتی برای آقای مهرعلی زاده باشد. روزنامه تجارت هم از شوک رد صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی اشاره کرده بود و آن رو با واژه شوک آراسته بود و می‌خواست تلاش کند که نوعی حیرت رو مثلا برجسته کند. من البته در خیلی از این شبکه‌های اجتماعی توییتر و کلاب هاوس هم اشاره کردم اتفاقا هیچ جای شوک در نظام جمهوری اسلامی نبایستی برای کنشگران سیاسی باشد، به خاطر اینکه حتی اگر ابراهیم رئیسی رو آقای خامنه‌ای طی حکمی فردا صبح مثلا انتخاب کند یا انتصاب کند که بنابر شرایط ویژه ایران مثلا وجود دشمن بنابر مصلحت نظام شما انتصاب میشوید، اینم احتمال هست و من هیچ شوکی برای من شخصا حداقل میسر نیست، چرا که معتقدم عنصر جمهوریت نظام جمهوری اسلامی یک عنصر اقفال و اقواگرانه هست و ما چیزی به نام جمهوری نداریم اما ولایت فقیه داریم که اون اسلامیت رو از فقاهت با هم در میآمیزد و سعی در نمایشی و آذین بستگی خود ایفا کنند. جهان صنعت گزارش اصلی خود رو تحت عنوان عیار وارثان پاستور به ویژگی های شخصیتی و شرایط حضور و چگونگی عقص تایید صلاحیت یکی یکی اینا پرداخت و فرایند تبلیغات پیش روی رو تحلیل میکرد. روزنامه جوان همون گونه که میبینید 7 نامزد صندلی 13 سعی کرد تا حدود زیادی از اظهار موضع مشخص خودداری کنه که به هر روی رسانه چاپی تریبون سپا هستش، محتملاً و مطمئناً خوشنودی خیلی خاصی دارد با آمدن آقای رئیسی. روزنامه جمله اما علی لاریجانی رو برجسته محزون و مغموم کرد و همانگونه که میبینید دشنه بر پشت مشارکت حد اکثری عنوان گزارشش بود. آقای جهانگیری یا احمدی نژاد رو لزوماً برجسته نکرد اما لاریجانی رو بیشتر مغموم نشان داد و محزون و آزرده. خب واقعا تصور نمی کرد. یکی از دلایل این که می گویند شوک یا حیرت همانا به علت سمت‌های بالای حاکمیتی بوده که آقای لاریجانی داشت. البته باز از این منظر من میگم نبایستی آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد. بحث تایید یا رد صلاحیت یک موضع ثانویه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی است، موضع اول نیست و موضوع اول هم نیست، به خاطر اینکه نهایتا انتخابات شورای نگهبان نوعی پیمانکار و کارگزار اختصاصی بیت رهبری است برای چیدمان کردن نیروهایی که به هر روی خودشان هماهنگ میکنند. این بار که با قاطعیت میتوان این رو گفت دشنه بر پشت مشارکت حد اکثری که به طور مشخص تاکید بر این نکته داشت که با این مدل تایید صلاحیت و بیرقابتی کردن فضای انتخاباتی قطعا مشارکت شهروندان نیز پایین خواهد آمد. روزنامه
جمهوری اسلامی که گاه گاهی به نقد هسته سخت قدرت میپردازد، گزارش اصلی خود را کمی متفاوت بدون تصاویر نامزدها منتشر کرد و از واکنش‌ها به تصمیم شورای نگهبان درباره داوطلبان ریاست جمهوری گفت که مثلا ابراهیم رئیسی گفته در حال رایزنی هستم تا صحنه انتخابات رقابتی تر و مشارکتی تر شود، یا لاریجانی گفته که بر اساس وظیفه اسلامی ملی و انقلابی و حضور حد اکثری در انتخابات داوطلب شدم و الان هم راضی به رضای خداست. جهانگیری و پزشکیان هم که گفتن که تقبل مسئولیت خواستیم بکنیم و هیچ گونه اعتراضی هم نداریم. البته احمدی نژاد هیچ واکنش مشخصی تا الان نشان نداد. عمده نگرانی های هسته سخت حاکمیت هم محتملا روی آقای احمدی نژاد باشد، چرا ایشون غیر قابل پیش بینی هستش. این نکته رو باید اشاره کنم که کماکان زمزمه هایی از صدور حکم حکومتی رهبری ایران نیز به گوش میرسد، هرچند بسیاری از کارشناسان نیز اون رو بعید میدانند. خب مطالب همه حول این ماجراست. من خیلی نمیخواهم وقت رو به این موضوع اختصاص بدم، وقت من عملا به انتها رسیده. واژه هایی که میبینید، تنها نکته که خارج از بحث انتخابات مایل بودم به اون اشاره کنم بحث قطع برق هستش که خیلی از روزنامه ها امروز میدیدم به مقاله انتخابات اون رو به تعبیری هدفمند تفسیر میکردن. عذرخواهی وزیر نیروی ایران نیز بر صدر رسانه ها نشسته بود که به خاطر قطعی برق اعلام عذرخواهی کرده به خاطر ناتوانیشون، ضمنی که همون گونه که دیشب گفتم امروز هم دیدم روزنامه ها این مطلب رو بازتاب دادن که مدیر عامل توانیر تهران گفته که ما رفتیم به مزارع استخراج بیت کوین چینی ها اما به سمت ما شلیک کردن. و بالاخره دوست داشتم که با عنوان روزنامه شرق رو هم ببینیم، بدرود اصلاحات، که عنوان انتخاباتی این روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان بوده که همه نامزدهای هفتگانه رو در یک قاب به تصویر کشیده و قطعا عبارت بدرود اصلاحات بهترین عبارتی بوده که در واقع نشانگر همان تحلیل و مطلبی است که این جانب اشاره کردم، که عملا اون تتم اعتماد و اعتبار و انتظاری که حول ظرفیت اصلاحی نظام برای بخش از اصلاح طلبان وجود داشت، اون ظرفیت اصلاحی به انتها رسیده و به پایان رسیده و عملا اصلاحات و اصلاح طلبان از چرخه و مدار حکومترانی جمهوری اسلامی به بیرون از این دائره پرت شدند. بسیار هدفمند، هرچند بعد از جنبش 88 این کار صورت گرفت، اما با آمدن دولت روحانی حداقل بعضن وزرایی که می توانستند خود را منتسب و یا متصف به اصلاحات بنامند حضور داشتند که این مدل به تعبیری رد صلاحیت گسترده و بدون هیچ رقیبی از جبهه اصلاحات عملا یعنی همان بدرود اصلاحات. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.